اوکراین میگه روسیه از موشک‌های ضد تانک ساخت حکومت ایران در جنگ علیه اون کشور استفاده میکنه. جمهوری اسلامی پیشتر پهپاد و مهمات دیگه‌ای هم به روسیه ارسال کرده بود. همزمان رئیس گروه شبه نظامی واگنر هم که در جبهه باخمت علیه اوکراین میجنگه گفته اگر مهمات به دستشون نرسه اعضای گروهش رو از این جبهه خارج میکنه. اینجا همراه من در استودیو فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی نظامی در انستیتوی واشنگتن است. خوشحالم آقای ندیمی اینجا در استودیو میبینم اتون میهمان تیتر اولین. چقدر این ادعای اوکراین درسته که روسیه داره از موشک‌های ضد تانک جمهوری اسلامی استفاده میکنه در جنگ؟ بله، احتمال خیلی زیادی هست که درست باشه، به خاطر اینکه موشک‌های دهلاویه که کپی ایرانی موشک کورنت روسی هست، از نظر رنگامیزی بیرون بدنه و همینطور برخی از مارک هایی که روی بدنه هست تفاوت هایی با نوع روسی داره و عکس ها و تصاویری که دیده شده و سوشال میدیا در موردش تحلیل های انجام دادن کاملا مشخص کردن که این نوع از موشک دهلاویه هست که البته سابقه هم داره در از هر دو جبهه میشه گفتش که هم در جبهه اوکراین و هم در جبهه روسیه انواع مهمات ساخت ایران دیده شده و با مقایسه که در عکسایی که از جاهای دیگه از جمله مهماتی که برای مثلا حوثی های یمن ارسال میشده انجام گرفته مشخص شده که این مهمات ساخت ایران هست. این موشک ها پیشتر سرش بحث بود که ایران فقط پهپاد داده یا موشک هم فرستاده، یعنی الان میشه تایید کرد که پس موشک هم به روسیه داده برای استفاده در جنگ اوکراین و این میتونه تحریم های بیشتر یا پیامد های بیشتر برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشه؟ موشک های ضد تانک، موشک ضد تانک موشک هایی هستن که به نسبت کوچیکن، حدود مثلا 1 متر 1.5 متر طولشون هست و برد حداکثر 5500 متر دارن که خیلی بردش زیاد باشه به 8000 متر هم میرسه. در مورد دهلاویه حد اکثر برد 5500 متر در روز، 1500 متر در شب هست. ولی نکته مهمی که این موشک ها دارن قدرت نفوذشون به زره هستش. موشک دهلاویه یا کورنت که از روی این مادر دهلاویه هست از سر جنگی دو مرحله‌ای تشکیل شده و میتونه تا 1200 میلیمتر زره نفوذ کنه و تانک هایی که در خدمت اوکراین هست در حال حاضر از ذره کمتر است و نازکتر از 1200 میلیمتر برخوردارن. و این نکته مهم تانک های لئوپارد است. تانک های لئوپارد 2A4 که قرار هست اوکراین وارد خدمت بکنه در نوع ارتقا نیافته قسمت جلوی برجک فقط 750 میلیمتر ضخامت ذرهش هست، نوع ارتقا یافته 1300 میلیمتر. پس میبینیم که به صورت هدفمند این موشک ها در اختیار روسیه قرار گرفته تا بتونه در مورد تانک های غربی که داره وارد خدمت اوکراین میشه و انتظار میره که بتونن نقش تعیین کننده در حملات تهاجمی اوکراین داشته باشن بتونه ضربه بزنه و اونا رو از بین ببره. حالا روسیه خودش این چرا از موشک های ایرانی استفاده میکنه؟ احتمالاً به خاطر اینکه امکان تولیدش با سرعت مورد نظر رو نداشته یا مشکلاتی در خط تولید در روسیه داشتن، اینا رو از روسیه از ایران تحویل گرفتن چون احتمالاً براشون خیلی آسان‌تر از تولید در داخل. آقای ندیمی خیلی کوتاه اگر راجع به باخمت هم برامون بگین در حد 30 ثانیه راجع به گروه واگنر که گفته اگر روسیه مهمات نده عقب میکشه. ما میدونستیم که با گروه واگنر و ارتش روسیه وزیر دفاع و آقای پریگوژین همیشه با هم استکاک داشتن و پریگوژین در یک مصاحبه اخیرش گفته که این استکاک همچنان وجود داشته، در مراحلی به ما مهمات دادن ولی الان ما نیاز به مهمات به خصوص مهمات توپخانه داریم و اگر این به ما نرسه تهدید کرده که از باخمت خارج میشه. ما میدونیم که یک درگیری زیادی در باخمت وجود داره، هنوز این شرط به صورت کامل به دست روسا نرسیده. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاع اینجا در استودیو با ما.